رد گزارش ادارای مستقل سفتی در مورد افزایش حملات مخالفان بر نیروهای امنیتی افغان از سوی وزارت امور داخله. احتمال امضای پیمان امنیتی با آمریکا پس از تکمیل شدن پروسه انتقال. و شمار قربانیان زلزله در چین از 3000 تن افزایش یافت. به نام خدا و با عرض سلام، امروز یک شنبه اول ثور سال 1392 که برابر است با 21 اپریل سال 2013 میلادی. صدیق فیروز هستم و شما را به تازه های خبر تو این ساعت از افغانستان و جهان خوش آمدید میگویم. در آغاز رویدادهای داخل کشور. خبرهای داخل کشور را از رد گزارش اداره سفتی آغاز میکنیم. وزارت داخله گزارش افزایش حملات بر نیروهای افغان در 3 ماه نخست سال روان میلادی را رد میکند. این وزارت تاکید میکند که گزارش نهاد سفتی آفیس در رابطه با امنیت افغانستان و سروی انجام شده برخلاف دریافتهایی است که از سوی نهادهای امنیتی افغانستان به دست آمده است. از سوی دیگر، وزارت دفاع ملی از افزایش حملات مخالفان مصالح دولت بر نیروهای امنیتی افغان خبر میدهد و میپذیرد که تلفات نیروهای افغان نیز بیشتر شده است. دریافت‌های نهادهای سفتی آفیس در مورد وضعیت امنیتی افغانستان در 3 ماه نخست سال روان میلادی نشان می‌دهد که حملات مخالفان مسلح رو به افزایش می‌باشد. بررسی‌های نهاد امنیتی سفتی آفیس ANSO نشان می‌دهد که با انتقال مرحله اخیر انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، حملات مخالفان مسلح بالای این نیروها بیشتر شده است. بر اساس گزارش این اداره در ماه جنوری و مارچ سال روان میلادی 2331 حمله مخالفان مسلح صورت گرفته است که نسبت به سال گذشته 47% افزایش را نشان می‌دهد. در این 3 ماه حملات مخالفان بالای نیروهای امنیتی افغان 73% می‌باشند. حملات بالای نیروهای خارجی 4% و بالای افراد ملکی نیز به 10% می‌رسد. در این گزارش گفته شده است که در جریان سال روان میلادی حملات مخالفان مسلح بالای نیروهای امنیتی افغان نسبت به سال 2011 نیز بیشتر خواهد شد که در جریان جنگ 12 ساله افغانستان سال 2011 نظر به جنگ و حملات مخالفان خونین‌ترین سال شمرده شده است. بررسی های ما نشان می دهد که خشونت و جنگ در جریان سال روان میلادی شدت خواهد گرفت و سال 2013 نسبت به سال 2011 خونین و مرگبارترین سال خواهد بود. نظر ما این راستای کاری از اینا نیست که حوادث امنیتی در افغانستان یا ثبت بکنه و بعدا اعلان بکنه. نهادهای امنیتی افغانستان مسئولیت ارائه گزارشات داره و در گذشته این کار صورت گرفته و ما این یافته هایی که توسط این جیو صورت گرفته که باعث مخشوش شدن اذهان عامه میشه کاملا محکوم میکنیم و این رد میکنیم. در این گزارش از افزایش حملات بالای نیروهای افغان نیز یاد شده است و وزارت دفاع ملی نیز افزایش تلفات نظامیان افغان را تایید می کند. این وزارت افزایش تلفات نظامیان افغان را با پذیرفتن بیشتر مسئولیت های امنیتی مربوط می داند. ولی وزارت امور داخله گزارش نهاد سفتی آفیس را برخلاف گزارش نهادهای امنیتی ملی می داند. نزدیک به 60,000 قوای بین المللی از افغانستان خارج شده، جایگزین از اینا شدین و همچنین شدت عملیات ها افزایش یافته. به این خاطر تلفات هم خود به خود نسبت به گذشته افزایش پیدا میکنه. اما رهبری وزارت دفاع ملی تمرکز بسیار عمیقی روی مسئله داره که چگونه بتانین ما ضایعات خود جلوگیری کنیم. این گزارش برخلاف گزارشات امنیتی است که توسط وزارت امور داخله تهیه شده و هیچ چیزی گزارش مطابقت با او گزارشاتی که نزد ما هست نداره. حملات افزایش نیافته، برعکس. وزارت امور داخله، پلیس ملی افغانستان، اردوی ملی افغانستان امسال به گونه تهاجمی عملیات‌های خود آغاز کرده و در هر جایی که مخالفین است به سرکوب او پرداخته. این در حالی است که در گزارش سفتی آفیس آمده است که در سال روان میلادی ممکن حملات و تلفات بیشتر شود، اما وزارت‌های امور داخله و دفاع ملی میگویند که آمادگی کامل را برای تامین امنیت روی دست دارند. توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن پس از تکمیل روند انتقال امضا می شود. وزارت خارجه با بیان این مطلب می گوید اگر این توافقنامه پیش از سال 2014 میلادی امضا شود، تا پایان پروسه انتقال قابل اجرا نخواهد بود. دفتر ریاست جمهوری نیز گفته است
که در امضای این توافق نامه عجله نداشته و انتظار دارد که جانب امریکا خواسته های دولت افغانستان را در نظر بگیرد. در حالی که گفتگوها درباره توافقنامه امنیتی میان حکومت افغانستان و امریکا در ماه نوامبر سال 2012 آغاز شده، سه مرحله آن با موفقیت به پایان رسیده است. وزارت خارجه میگوید که این توافقنامه را پس از تکمیل روند انتقال مسئولیت‌های امنیتی با امریکا امضا می‌کند. با باور مقامات، اگر این پیمان پیش از پروسه انتقال امضا شود، برای آنها جنبه اجرایی نخواهد داشت. موافقتنامه امنیتی دو جانبه بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا برای پس از برای مرحله پس از پروسه انتقال است، یعنی موافقتنامه امنیتی دو جانبه بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا اگر فردا هم به امضا برسد، قبل از ختم سال 2014 مراحل اجرا نخواهد بود، تطبیق نخواهد شد. بنان آغاز تطبیق موافقتنامه امنیتی دو جانبه اول جنوری 2015 است. سخنگوی رئیس جمهور در یک گفتگوی خاص با کابل نیوز گفته است در امضای این توافقنامه با آمریکا عجله ندارند. وزارت خارجه هم اعلام کرد که در مورد امضای این توافقنامه با آمریکا کدام تقسیم اوقات را تعیین نکرده است، اما تاکید میکند که گفتگو درباره آن ادامه دارد. ما با ایالات متحده آمریکا یک موافقتنامه جامع، یک موافقتنامه واقعا دراز مدت، یک موافقتنامه که متضمن منافع هر دو کشور باشه، یک موافقتنامه که بتونه برای دراز مدت بین دو کشور نافذ و مرحله اجرا باشه، او را امضا بکنیم، نه ای که عجله بکنیم و یک سند را امضا بکنیم که خدای نخواسته باز یا یک طرف یا طرف دیگر از او راضی نباشه. خواسته ها در افغانستان به سطح گسترده است که جانب افغان و امریکا را در این توافق نامه وادار سازد که نیروهای افغان را در بخش تجهیزات کمک های صادقانه نماید. پاکستان تا اکنون دروازه سرحدی خود را از ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار بر نداشته است. وزارت خارجه میگوید مقامات پاکستانی با وجود توافق با حکومت افغانستان هنوز دروازه سرحدی خود را تخریب نکردند. از سوی دیگر تحلیلگران میگویند برخورد دوگانه پاکستان روابط کابل و اسلام آباد را بیش از پیش تیره خواهد کرد. نظامیان پاکستانی چند هفته پیش در نقاط صفری امتداد خط دیورند به نصب دروازه های سرحدی دست زدند که با واکنش تند افغانستان روبرو گردید. هرچند رئیس جمهور کرزی به نیروهای امنیتی دستور داده بود که این دروازه ها را تخریب کنند، اما نظامیان پاکستانی با وزارت دفاع ملی به توافق رسیده بود که این دروازه را بردارد. ادارات ولایتی ننگرهار چند روز پیش گفته بودند که نظامیان پاکستانی این دروازه ها را برداشتند، اما وزارت خارجه روز یکشنبه اعلام کرد که با وجود وعده های پاکستان هنوز این دروازه برداشتن نشده است. ولی تو روسا پوری په گوشته ته نګدی د دیورند کرخه په وګدو کې هغه دروازه چې پاکستانی فوج جوړ کړی و هغه ځای پر ځای ده، نه دلری شوی د افغانستان دولت د لپاره د نه منلو وړ خبره ده، غیر قابل قبول ده. او موږ د پاکستانی چارواکو نه د پاکستان دولت نه په تکرار د غوښتنه کوو چې دا دروازه دي هر څه زر د دې سیمه نه لری کی. کارشناسان افغان میگویند پاکستان در وعده های خود صادق نیست و بازی دوگانه پاکستان روابط کابل و اسلام آباد را خراب تر میکند. نوی تصرفات چې هغه کلوی چې دلته دیوال و الیش او کلوی چې سیمه خردار و غزیږي او کلوی چې دلته دروازه و لګو کل پوستي او زینبل زیته و خوځاو، دا ټول هغه حرکت چې د بیتمادی جادي تشویش جادي او د دوالو گاونډي او مسلمانو حکومتونو ترمنځ یو درز را ولید ما په نظر، او دی خو اخوا چې کوم قومونه اوسیږي او دا یو قومونه دی او خپل منځ کې روابط لري او انانی لري او یو فرهنگ لري، دو دستور لري او مسلمانان دي، بیا یو خلق دي، هغه هم دا نه غواړي چې دا پاتکونه دی ایجاد شي. شماری از وکلای ولسی جرگه در جلسه عمومی روز شنبه خود در این ارتباط ابراز نگرانی کردند و خواهان تلاش های جدی کابل در این مورد شدند. رئیس جمهور باید تا 15 روز آینده رئیس جدید کمیسیون مستقل انتخابات را تعیین کند. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید دوره کاری رئیس کنونی کمیسیون مستقل انتخابات پایان یافته و در این رابطه باید تجدید نظر شود. در همین حال تعداد از اعضای شورای ملی هم اظهار نگرانی کرده میگویند که باقی ماندن فضل احمد معنوی به عنوان رئیس این کمیسیون انتخابات آینده را زیر سوال میبرد. این در حالی است که از مدت کاری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات 4 شنبه
چهارشنبه گذشته پایان یافته است. هرچند به برگزاری انتخابات آینده در کشور نزدیک به یک سال باقی مانده است، اما دوام کار غیرقانونی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات علاوه از شورای ملی، نگرانی های برخی از نهادهای مدنی را نیز برانگیخته است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا تاکید دارد که رئیس جمهور افغانستان باید هر چه زودتر مسوده قانون تشکیلات و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات را که از سوی کمیسیون مشترک شورای ملی تصویب شده است توشیح کند. به گفته رئیس این بنیاد، با پایان یافتن مدت کاری فضل احمد منوی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، انگیزه های کاری نیز در این کمیسیون پایان یافته است. دوی چی کاری دوره ختمی که انگیزه ده دوی ده کار طبیده چی کمی گی ده کار ده پاره او دوی نشی که اولیه چی مهم پروگرامون اخر احبری کی نو دای بل ده غده خوز فکر کم چه غسمونگ دیر وقت لسن دیور کرده قانون تصویب شوه ده تشکیل و صلاحیت رئیس جمهورم باید 15 روزی حداقل قانون کې د چ وخت ولري تر څو 15 ورځې کې د خپل مشورې وو کې خپل مشاورینو سره که کم شای پکې ګونګ دی په قانون کې دوباره د پارلمان نه وغواړي چې هغه واضح کی تصحیح کی. فیفا می افزاید رئیس جمهور باید تا 15 روز آینده تصمیم خود را در این باره نهایی کند. در همین حال شماری از اعضای شورای ملی هم ابراز نگرانی میکنند که اگر فضل احمد منوی به عنوان رئیس این کمیسیون باقی بماند، انتخابات آینده زیر سوال خواهد رفت. وستا سو وینې چې هغه کار موده کار پات رسیدلې ده او هغه غواړي چې په خپل نه په کمیسیون کې کار وکړي او د یو چا په دیوډاله د لپاره کار وکړي چې دوه مرده هغه ځای ته ورسیږي. نو دا هغه شان دي چې د انتخابات سره مشکل رامنځته کوي، د خپل په قانون د قانون د نه تطبیقېدو په اړه باندې د مشکلات رامنځته کوي. پس رئیس کمیسیون بیش از یک سال میشه که وقتش ختم شده. از 3 عضو کمیسیون بیش از تقریبا 1 سال اگه اشتباه نکنم میشه ختم شده و برای 3 عضو کمیسیون رئیس دولت 3 نفر دیگر مقرر کرده. اما کسایی که توسط فرمان رئیس دولت مقرر شدن وظیفه خود اشغال نمیتونن به خاطر که 3 کمیسیون دیگر نمیگذارن کنا داخل شود. بر اساس قانون انتخابات و دیگر قوانین نافذه افغانستان، زمان کاری رئیس کنونی کمیسیون مستقل انتخابات روز چهارشنبه گذشته 28 عمل به پایان رسیده است. اجراءات غیرقانونی ولسی جرگه سبب شده است که مشران جرگه هم اعتبار خود را از دست بدهد. مشران جرگه اعضای ولسی جرگه را به فساد و رشوه‌ستانی گسترده متهم کرده میگویند که به جای منافع ملی سرگرم به دست آوردن اهداف شخصی خود می باشند. از سوی دیگر اعضای ولسی جرگه فساد در شورای ملی را رد نمی کند، اما می گویند دولت باید در تمام دوره ها تلاش های خود را در رابطه بر ریشه‌کن کردن فساد تسریع نمایند. اظهارات اخیر وکلای ولسی جرگه در رابطه با پایان یافتن دوره کاریشان از سناتوران مشران جرگه کشمکش های را میان دو مجلس شورای ملی برانگیخته است. شماره از اعضای ولسی جرگه گفتند که زمان کاری برخی از وکلای انتصابی مشران جرگه به پایان رسیده است و ادامه کار آنها حیثیت شورای ملی را زیر سوال می‌برد. مشران جرگه در نشست روز یکشنبه این اظهارات ولسی جرگه را غیر مسئولانه خوانده و این جرگه را بر رشوه ستانی متهم کرد. چ داغه دا ورار پشپاله سم دا ورار چې موږ لا ورته تورسو چې دې په خپل په یاد تور نه لیدي زما په فکر کې دا ورار خلاص شو په دې چې په ملت لږی را خشې دې په کورو کې نو پرې نه شدي کریات کې د بین مردم افغانستان مشهور به کمیشن کارای بسیار ماهر، مشهور به رشوت خورای بسیار بی آبرو، مشهور به کسایی که واقعا رای ملت رای مردم افغانستانه در خانه مردم افغانستان به یک فسادخانه به یک جایگاه بسیار بد تبدیل کرده. بس یقین که در حکومت هی ولسی جرگه گرواش کرده از خیل پسات موشم ده که اوکار ده که روزمون ندیو هیدی او که تاس موشم دامون مونتا اجازه و پیمون گولایتون تسفاری و کن او رازه یا نچور برای و باسی و گزارش برای و دوی سرخم نزارت که هندوی وزیپا چی شده. مشران جرگه می گوید اجراءات غیر قانونی وکلای ولسی جرگه اعتبار مشران جرگه را نیز میان مردم از بین برده است. این جرگه بزرگترین عامل فساد در ادارات دولتی را نتیجه آن اجراءات ولسی جرگه می داند که هنگام استخدام ماموران دولتی بر اداره ارگانهای محلی و اصلاحات اداری فشار می آورند و افراد مورد نظر خود را با آنها معرفی می کنند. اینا می خواهد که به نوعی از آن عامل مخصوص بکنند و گویا کارکرد و عملکرد مجلس آن را به نوعی به چالش بکشاند.
که این مردم افغانستان قضاوت خود کرده و میکنه. اینا فقط اونما اجنتای مزدور خارج هست. یاد بیارن اون روزی را که اینا کمپین میکردن از پاکستان و از جمهوری ایران لکها پیسه و دلار به افغانستان واریز میشد و خیمه های بسیار مجلل و زیبایی که اینا در کابل توزیع میکردن، در ولایت توزیع میکردن، او را زیاد بیارن. تأسف اینجاست که کسی که از قانون اساسی آگاهی نداشته باشن، از قوانین فرعی یقیناً آگاهی ندارن. و توصیه مشتران جرگه ایست که ما بسیار موضوعات و مسائل مهم ملی را در پیش رو داریم. اعضای پلیس جرگه هم فساد در شورای ملی را رد نمی کند، اما می گوید دولت باید به منظور جلوگیری از فساد در تمام ادارات گام های جدی بردارد. فساد در هر نهاد، در هر بخش افغانستان وجود دارد و مردم افغانستان هر روز صدا به این بلند می کند. و ما کسانی که در ولسی جرگه هستیم، نمایندگی از مردم می کنیم، راجع به فساد صحبت می کنیم و می خواهیم که از خود شروع کنیم. اگر بعض اتهامات و نگرانی های از مردم وجود دارند، ما روی از این با جزئیات صحبت کردیم. اما به این معنا نیست که دیگر نهادها همه مجزا است، تمام مشکلات هستند و اونا مشکل ندارند. امروز اگر چالش های سیاسی را ما صحبت می کنیم، هم در ولسی جرگه وجود دارد، هم در مشران جرگه وجود دارد. اعضای مشران جرگه می گویند پلیس جرگه در موضوع استعضای 11 وزیر کابینه از آنها رشوه گرفته و خواستهای ملت را در نظر نگرفته است. کابل تعهد نموده است که اتهامات وارده بر گل‌آقا شیرزایی را بررسی می کند. هیئت نظامی از کابل به ننگرهار ابراز امیدواری کرده است که ریشه های این گزارش ها را که گویا گل‌آقا شیرزایی والی ننگرهار به غصب زمین و آزار و اذیت مردم دست دارد را بررسی می کند. با بازگشت این هیئت از ننگرهار بار دیگر تظاهرات علیه گل‌آقا شیرزایی والی این ولایت صورت گرفت، اما تظاهر کنندگان روز گذشته پس از آن تمام راه ها را باز کردند. جلال آباد روز یکشنبه هم شاهد برگزاری تظاهرات بزرگی بود. گفته می شود که گروهی از افراد علیه گل‌آقا شیرزایی والی این ولایت تظاهرات کرده می گویند وای در فساد و خشنت‌های قومی دخیل است. هزاران تن در ننگرهار با حمایت برخی از اعضای ولسی جرگه و شوراهای ولایتی با جاده‌های ننگرهار برآمده و تمام راه‌ها را برای ترافیک بستند. روز یکشنبه هم صدها تن با راه‌اندازی تظاهراتی خواستند که گل‌آقا شیرزایی از این ولایت به ولایت دیگر تبدیل گردد. زمان در ازوانان در افغانستان بچان پوسته وال شویدی او زمان خور خستی که با گنده بانده سه گوشته بانده دروازه لگی دلی دیمت کام اخلا در دروازه در دروازه من بختنه که چی در زمان در مشتانان ولی در دروازه در گوشته که لگی دلی در زوروه که در مخابرت تو که قاچه اخبار هر اصول در چی درسی جمهور فرمان نمانی در رئیس جمهور فرمان من سرشته ده چه جمهور رئیس پا دیار لسوی و نویم کال که ده سال پمیاش که فرمان ورکله چه ده کانال ده زمک قرارداد فسخه خو چه پا ده قرارداد پا فسخه که ده کابل سمک امرازی ده کابل پا ده دولتی زمکه که چه پا خواه برن و باغونه و نن پا دری منزله و سر منزله و دو منزله بلتنگونه بعد جور شوه ده پا آقی که جناب والی سب شریک ده. پیش از این مقام ولایت ننگرهار گزارش هایی را که والی در فساد و برخی مسائل دیگر غیرقانونی دست دارد رد کرده بود. از سوی دیگر هیئت بازگشته از کابل ابراز امیدواری می کند که درباره این ادعاها تحقیق می کند. همزمان با آن تظاهر کنندگان روز یکشنبه بزرگراه این ولایت را باز کردند. چه در بدمشن و در غاسفان و در زوروکان و در پردر و کاروبارین و سری دفتون کو او ده سنور و بد و عمال و تفسر دفتون کو بخلاف ده قانون در دید که امنیت تامین است، بلکه بر بهتر شدن امنیت و بر از این کدام تشنج و جنجال را چهار نفر به خاطر منافع شخصیش خلق نکنه، باید از مشوره های از این بزرگان که در تالار علما هستن، مشرای قومی هستن، با اینا صحبت کرده ببینیم که وضع چی قرار میشه و هر کسی خلاف قانون عمل کنه انشالله اقدامات جدی در برابرشان صورت میگیره. شایعاتی در ننگرهار وجود دارد که عبدالظاهر یکی از نمایندگان این ولایت در ولسی جرگه که با والی اختلاف دارد پشت این تظاهرات قرار دارد. این تظاهرات به دنبال آن صورت میگیرد که دو روز پیش شماری از تاجران به حمایت از گل‌آقا شیرزایی دست به تظاهرات زده و ظاهر قدیر را به غصب زمین‌ها متهم کرده بودند. وسایل کمک شده به شرکت برشنا در ولایت‌های قندهار و هلمند از سوی USAID یا اداره انکشاف بین‌المللی آمریکا به دور از اولویت بندی‌ها و هماهنگی با این شرکت خریداری شده است.
مسئولان شرکت برشنا در پاسخ به گزارش سیگار که گفته است از میان وسایل به ارزش 12 میلیون دلار در ولایت قندهار و هلمند تنها از وسایل به ارزش 2 میلیون استفاده شده است میگویند به عوض وسایل مورد نیاز وسایل در اختیار آنان قرار داده شده که آنان هیچ نیاز به آن ندارند. باز هم خوش آمدید. ادامه خبرها از جهان. شمار قربانیان زلزله روز گذشته در چین از 3000 تن افزایش یافت. بر اساس گزارش‌های اخیر مقامات چینی گفته می‌شود که تا حال شمار هلاک شدگان در این زلزله 200 و شمار زخمی‌ها به 2700 تن رسیده است. از سوی دیگر صدر اعظم این کشور به منطقه زلزله زده رسیده و با قربانیان این واقعه وعده هر گونه کمک کرده است. همچنان هنگام این زلزله یک صحنه خیلی جالب آن بود که یک دختر خبرنگار در لباس عروسی خود را به این منطقه رسانده بود تا از این واقعه گزارش بدهد. دوستان سوریه کمک های تازه را با مخالفان اعلام کردند. کنفرانس کشورهای حامی مخالفان سوریه تحت نام دوستان سوریه در استانبول ترکیه از مخالفان خواستند که از گروه های تروریستی دوری کنند. از سوی دیگر وزیر خارجه امریکا می گوید آنها پس از این کمک های خود با مخالفین را از طریق شورای عالی نظامی انجام می دهند. نشست مخالفان سوریه و کشورهای حامی آن روز یک شنبه در ترکیه ادامه یافت. اشتراک کنندگان در این نشست روی چگونگی کمک در بخش های گوناگون با مخالفان سوری صحبت کردند. از سوی دیگر غرب و شمال از کشورهای عربی از مخالفان خواستند که خود را از تروریسم دور نگه داشته و اجازه ندهد که به نام آنها فعالیت های تروریستی انجام دهند. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا هنگام نشست خبری همراه با معاذ الخطیب گفت کمک آنها از این بفست از طریق شورای عالی نظامی با مخالفان صورت میگیرد. امروز ما همه یک جا حمایت خود را از ائتلاف مخالف اعلام میکنیم. نمایندگان تمامی کشورها به این توافق رسیدند که برای مشکل سوریه راه حل صلح آمیز را پیدا کرده و کمک ما مخالفان نیز از طریق شورای عالی صورت میگیرد و اعلام کرد که امریکا کمک تازه‌ای با مبلغ 127 میلیون دلار به مخالفان اختصاص میدهد. از سوی دیگر معاذ الخطیب میگوید که آنها بدون تعصب با تمامی سوری ها رفتار مشابه را خواهد داشت. بدون تعصب همه سوری ها برای ما یکی است. برای ساختن آینده خودشان نقش مستقیم دارند و نیز اجازه نمیدهیم که افراد گرایان از سرحدات سوریه کشورهای دیگر را تهدید کنند. در حالی است که علاءالدین بجردی رئیس امنیت ملی و روابط خارجی پارلمان ایران عازم سوریه شده و با ولید معلم وزیر خارجه این کشور لیدر کرده است و این بار دیگر با برکناری اسد مخالفت کرده و افزود که سوری ها باید خود هر چیز را میان خود حل کنند. تجاوز جنسی بر یک دختر 5 ساله در هند واکنش های تندی را در این کشور برانگیخته است. صدر اعظم این کشور میگوید دامن این گونه فسادها را دیگر از جامعه هند برمی‌دارد و در این مورد تمام هندی ها مسئولیت دارند. از سوی دیگر شمار زیادی از مردم هند در واکنش به این رویداد دست به تظاهرات زده و خواهان مجازات شدید عاملان آن شدند. دکتران دختر 5 ساله‌ای که در هند ربوده شده بود و مورد تجاوز قرار گرفته بود میگویند وی از مرگ نجات یافته و به حالت عادی بازگشته است. او به صورت تدریجی به حالت عادی برمیگردد. امشب با آرامش خوابید و با خانواده خود هم سخن میگوید و زندگی او هم اکنون به خطر مواجه نیست. از سوی دیگر این مسئله واکنش های زیاد را میان مردم و حکومت را برانگیخته است. منموهن سینگ صدر اعظم این کشور میگوید تجاوز بر دختر 5 ساله این پیام را میرساند که دیگر گلم این فساد از جامعه هند برچیده شود. این عمل وحشتناک با ما هشدار می‌دهد که چنین بدبختی‌ها از جامعه ما برچیده شود. مردم از این رویدادها بسیار ناراضی شدند. به همین دلیل نیاز است که به زندگی زنان از هر جهت توجه شود. همچنان صدها هندی در شهرهای مختلف در واکنش به این رویداد دست به تظاهرات زده و خواهان مجازات عاملان آن شده است. پلیس می‌گوید این دختر که دوشنبه هفته گذشته در دهلی نو از سوی همسایه خود را بوده شده بود و در مدت 48 ساعت در یک اتاق بندی بود چند بار مورد تجاوز قرار گرفته است. با گفته آنها روز چهارشنبه آبری هنگام گذشتن از جلوی بندخانه‌ای که در آن نگهداری می‌شد فریاد وی را شنیده و او را نجات داده است. در همین حال پلیس جستجویی را برای دستگیری عامل این قضیه را آغاز کرده است اما تا اکنون کسی را دستگیر نکرده است. قابل یادآوری است از آنجایی که چنین رویدادهایی در هند بسیار رخ می‌دهد حکومت هند ماه گذشته قانون را تصویب کرد که با عاملان چنین رویدادها مجازات مرگ تعیین شده است.
و حال هم نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی و پیشبینی وضعیت آب و هوای فردا در کابل و چند ولایت دیگر کشور. از این که با ما همراه بودید سپاسگزار هستم. شاد و موفق باشید. خدا نگهدار.